درود بر دوستان عزیز و مهربان کانال یوتیوبی یادگیری یا شاید هم دوستی هستید که بار اول هست با ما همراه هستین بهتون خوش آمد میگم دوستان عزیزی که با ما همراه هستن میدونن که وبسایت ما برای آموزش زبان آلمانی و گرامر آلمانی و همینطور گواهینامه آلمانی هست و بعضی وقت‌ها سعی می‌کنیم یه سری اطلاعات عمومی جالب رو هم در اختیار همزبون‌هامون قرار بدیم. این بار هم با گوشی آیفون 12، 12 پرو و 12 پرو مکس همراه هستیم که یه سری اطلاعات جامع در مورد تکنولوژی و امکانات گوشی رو برای شما اینجا معرفی می‌کنه. کسانی که اهل آیفون هستن می‌دونن که دیشب گوشی 12 پرو و 12 در معرض عموم قرار گرفت و اطلاعاتش رو پخش کردن، که ویدیوهاش فکر کنم حدود دو نیم دو میلیون هم کلیک خورده و به زبان انگلیسی هستش این ویدیو رو من مو به مو به زبان فارسی ترجمه کردم که آخر این ویدیو در عرض پنج دقیقه عین همون ویدیو به سم و نظر شما میرسونم که اگر کسی دوست داشت در مورد تکنولوژی ها دقیق بدونه و حرف دقیق اپل رو از زبان سازنده ها و طراحانش بشنوه اونجا بشنوه اینجا میبینید که در وبسایت اپل هستیم و اینجا نوشته که آیفون 12 پرو یک قدم مثل یک پرش هستش به خاطر چی از این صحبت میکنه؟ به خاطر اینکه اینها روی گوشی ها امکانات اینترنت فونفجی رو گذاشتن اینترنت فونفجی یک اینترنت بسیار پرسرعت هست نسبت به اینترنت های 4 یا 3 که الان روی گوشی های ما هستش و کسانی که اهل آیفون هستن میدونن آیفون 5 اون زمانی که اومد اگر اشتباه نکنم سال 2012 بود با یک تکنولوژی بسیار قوی که 3G رو تبدیل به LTE کرد اومد و یک گام بزرگ در اینترنت بود و الان برای ما دیگه عادی شده و چیز آنچنانی نیست ولی فونف جی برای شما یک قدمی خواهد بود که خواهید دید اینترنت واو سریع کار میکنه در مورد A14 بیونیک فعلا صحبت نمی کنیم آخر ویدیو در مورد صحبت میکنیم چون تکنولوژی هست که نیاز به توضیح داره و فقط میگیم که با اضاف کردن پیکسل ها که تقریبا دو برابرش کردن کیفیت تصویر رو بسیار بالا بردن و برای کسانی که میخوان عکس فیلم ببینن و یا مطلب بخونن روی گوشیشون یک چشم نوازی بیشتر و بهتری رو فراهم کرد و اینجا گفته که ما یک دیزاین کاملا جدید داریم کسانی که آیفون 11 دارن میدونن این کاملا متفاوت هست بخاطر که گوشه ها دیگه نرم و گرد نیست بلکه گوشه های تیزی داره که در لبه خودش یک کرو یا نرمی داره که در البته لبه شیشه هستش که البته یک بدی داره که ممکنه گوشی رو خیلی سریع باعث بشه خراب بشه بخاطر اینکه لبه ها گرد هستن بیرون هستن و ممکن خیلی سریع بشکنه از مشکلات گوشی این هست که زیبا هست وقتی که برهنه آدم دستش میگیره ولی به که میکنش توی قاب تمام کیفیت ها از بین میره اگر قاب نباشه خشی میشه یا میشکنه شیشش اگرم تو قاب باشه اون کیفیت رو از دست میدیم این مشکل در گوشی ها هست ولی این بار صحبت از این هست که کرامیک شیلد ما داریم در واقع سطح سرامیکی دور این قرار دادن که برای هم زیبایی هست و هم استقامت گوشی هست که صحبت از این بود که ما آنتن ها رو دور تا دور گوشی قرار داریم و با توجه به این کیفیت سرامیک هست که ما میتونیم این کار رو کنیم اگر فلز بود خیلی زود ضربه به اون آنتن ها میرسید و خرابشون میکرد ولی چون سرامیک هست سرامیک در خودش این کیفیت رو داره که اون ضربه ها رو خونسا میکنه و به آنتن ها نمیرسه صحبت زیادی هست از این اسکنر LEDAR یا حالا DAR که یک اسکنر هایی هستن که برای امکان عکاسی در شب و همینطور چهره این پوزیشن و موقعیت مثبت رو به ما میدن و گفته که یک دوربین کامرا سیستم پرو داره که در مورد دوربین پایین اساسی صحبت میکنیم و همینطور گفتن که ما یک کمکی روی مسائل نور و همینطور این چیزها صحبت کردیم که اون رو روی دوازده پرو مکس خواهید دید اینجوری که من اینجا میفهمم اولین چیزی که خب به ذهن هر کسی میرسه حالا این همه کیفیت چه قیمتی داره شما میتونید روی پرایز کلیک کنید یا پرایز کلیک کنید قیمت ها رو ببینید مسلما قیمت خیلی بالا هست و الان همونجور گفتیم برای خرید نیست شما میتونید فور بشتلن کنید پیش ها پیش سفارش بدید و از 16 ده در واقع از دو روز دیگه ساعت چهار چهارده بعد از ظهر شما میتونید سفارش بدید اگر بخواید سفارش بدید برای گوشی های آیفون 12 پرو شما میتونید 1120 اورو پرداخت کنید و برای 12 پرو مکس شما 1217 اورو میتونید پرداخت کنید و این گوشی ها رو پیش پرداخت بخرید و پرداخت کنید و مال خودتون داشته باشید در رنگ های مختلفی هم موجود هستش و چیزایی هم که روی گوشی به شما داده میشه و اینجا نوشته که در واقع با عکس هم میتونید ببینید یک نگاهی به عکس ها اگر بندازیم میبینیم که چه رنگ ها و چه کیفیتی رو میخوان به ما در واقع هدیه کنن و اینکه مسئله ضد آب بودنش هم که فکر میکنم چیز آنچنان جدیدی نباشه و این قاب رو هم که براش طراحی کردن و میتونید با گوشیتون مسلما جدا سفارش بدین و همینطور شارژر بدون سیم آیفون که جزء چیزهای معروف و در واقع میتونیم الان بگیم عادی شده برای گوشی های آیفون محسوب میشه رنگ هایی که الان مطرح هست در بازار روی این گوشی هم موجود هست رنگ سرمش به نظرم خیلی آب. خیلی رنگ جنتلمن و شیکی هست رنگ سبز کاهویی رنگ قرمز سرخابی رنگ نقره طلایی هست و رنگ مشکی که همیشه گوشی جذابی بوده برای خیلی ها گوشی مشکی رنگ و اینجا گفته که انقدر سریعه که آدم نمیتونه باور کنه اگر مفهوم تحت و لفظیش رو بخوایم بگیم و گفته که خیلی اینترنت پرسرعتی رو ما برای شما در نظر گرفتیم که اینجا هم در مورد همون صحبت هایی که بالا کردیم یک بار دیگه تکرار شده اینجا هم گفتیم که گوشی ها رو از چه زمانی شما میتونید سفارش بدید و چه زمانی هم دریافت میکنید اگر گوشی دوازده بخواین از 23 ده و اگر گوشی دوازده مینی بخواین 13 یک شما میتونید گوشی هاتون رو دریافت کنید چیزهای مهمی که اینجا توی وبسایت هست اینجاست به نظر من چون پرسیده ویشس iphone ایست از Richtige دیگه فردیش کدوم آیفون برای تو درسته هستش در واقع اینجا امکانات گوشی رو گفته ابعاد تصویر مورد اولی هست که در موردش صحبت شده در واقع ما با این چون کار نداریم به سانتیمتر صحبت میکنیم میگیم 15 و 5 دهم یا 17 سانتیمتری شو شما میتونید خرید کنید که برای گوشی های آیفون 12 پرو این ابعاد موجود هست امکان اینترنت فونفجی روی هر دوی آیفون ها موجود هست 12 و 12 پرو که بعدش میبینید یک عدد دو اینجا گذاشته مفهوم عدد دو این هست که باید ببینید آیا اون کشوری که شما توی زندگی میکنید فونفجی رو روی سیستم های سیمکارتشون میخوان فعال کنن یا نمیخوان فعال کنن خیلی صحبت از این هست که آیا آلمان این کار رو بکنه یا نکنه مدت های زیادی هست که این صحبت هست به خاطر اینکه میگن یه کمی شدلیش هست فرکانس های فونفجی و زکسجی که الا تظاهرات های هم علیهش بود که حالا امروز در مورد صحبت نمی کنیم آیفون 12 پرو دوربین حرفه روش هستش چرا میگه حرفه ای به خاطر اینکه اینجا میبینید الترا وایت وینکل داره برای چی این خوب هست شما اگر در یک فضای کوچیک یا توی اتاق کوچیک یا یک نمیدونم ماشین باشین شما میتونید با استفاده از این امکان دوربین از پهنای دوربین بیشتری برخوردار باشین در واقع شما میتونید سطح بیشتری رو توی عکستون جا بدید و برای مثلا اکس های دو نفری سه نفری گرفتن خیلی جذاب هست توی ماشین گرفتن یا توی مثلا میگم توی قار برای یک جایی که شما فضای کمتری دارید جای بهتری برای عکاسی به شما میده و همینطور وایت وینکل ازش از از صحبت کرده وایت وینکل هم صحبت از همون فضای پهتری برای عکاسی هستش و همین طور تل اوبیکتی. شما اگر روی این عکس ها دقت کنید میبینید که دوازده پرو چهار تا دوربین داره و دوازده دو تا دوربین داره این دوربین کوچیک پایینیه در واقع همون تل اوبیکتیو هست کسانی که اهل عکاسی هستن میدونن که دوربین هایی که امکان تل دارن در واقع لنز هایی که امکان تل دارن جز گرون ترین لنز ها محسوب میشن برای چی خوب هست شما از چیزهای بسیار کوچک هم میتونید عکس بگیرید از پر یک پروانه از لاله یک گل از چشم یک انسان از که خیلی ریز پای یک مورچه شما میتونید عکس بگیرید اگر لنز تله داشته باشید خب به حال برای خیلی ها میتونه لذت بخش باشه چیزهایی که در واقع چشم انسان نمیتونه ببینتش رو میتونید با این لنز ثبت کنید و ببینیدش و همینطور صحبت کردیم از نخت مودوس پورتریت که شما با استفاده از این لنز میتونید در شب عکاسی کنید کسانی که اهل عکاسی هستند با گوشی موبایل حتی میدونن که اگر شب از یک چهره یا یک عکسی از چیزی میگیرن با نقطه های قرمز و سیاه زیادی همراه هست سایه هایی میده که مطلوب نیست آدم دوست نداره ببیندش ولی با این امکانی که روی گوشی قرار داده شده این مسئله در واقع رد شده هست تموم شده کارش رفته و مشکل دیگه نیست و میبینید که فقط روی گوشه های 12 پرو هم هستش روی 12, 11 و آیفون اس ای هم موجود نیستش این قضیه و صوبه که در واقع چیزای جانبیش گفته فعلا فقط برای آیفون 12 پرو موجود هست که همون میشه همون قاب موبایل و شارجر و اینجور چیزها میشه تو به اوکی اینم در مورد وبسایت و اطلاعات که میتونست در واقع وبسایت تحت اختیار شما قرار بده شما میتونید گفته که تاوشن کنید اسمارت فونتون رو در واقع 11 تون رو بدین 12 بگیرین در برابرش این مقدار پول باید بدین خیلی منطقی نیست اگر گوشیتون رو توی ایبی بفروشید یا به کسی بفروشید و پولش رو نگه دارید به نفتونه تا اونجایی که تجربه میگه رنگ های مختلف رو اینجا میبینید و چیزهای توضیحی سفارشی اینجا هستش که میتونید ببینید شو اگر دوست داشته باشید با گوشیتون سفارش بدیدش اوکی الان من سریع میرم سراغ اون ویدیویی که دیشب ازش صحبت کردم این ویدیو باشه در مورد آیفون 12 هستش که من این رو گفتم به فارسی یک به یک ترجمه کردم و الان براتون عینش رو میگم و میتونید بشنوید و از زبان خود آیفون طراحاش و کسان متخصصش هستند، ببینید که دقیقا اونها چی گفتن اوکی اینجا با هاتون میکنم و گوش بسپارید به اون ویدیوی صوتی تا بعد بدرود خدا